حساسیت به نام خلیج فارس ناشی از چیست؟ تقدس مفهوم تمامیت ارضی از کجا می آید؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. آنگاه که صفت فارس از خلیج فارس جدا می‌افتد، جمهوری اسلامی و مخالفان آن در بیان اعتراض از هم پیشی می‌گیرند. آنجا که جمهوری اسلامی قصد محکومیت مخالفان خود را دارد، نقض تمامیت ارضی ایران از جمله اتهامات سنگینی است که به آنان نسبت می‌دهد. از قضا نقض تمامیت ارضی به خصوص در ارتباط با دریای خزر از اتهامات جدی بخشی از اپوزیسیون علیه دولت مردان جمهوری اسلامی است. تمامیت ارضی چیست؟ این چه مفهومی است که چپ و راست، موافق و مخالف نظام‌های سیاسی حاکم در ایران آن را مقدس می‌پندارند و در کنار مفاهیمی چون آزادی و استقلال قرار می‌دهند؟ مفهوم تمامیت ارضی چه نسبتی دارد با روایتی که ایرانی‌ها از تاریخ خود و از مرزهای خود دارند؟ از مهمانان این هفته پرگار میپرسیم تحت چه شرایطی میتوان مفهوم تمامیت ارضی را با گفتمان شهروندی جمع کرد. در پنل اول رضا قاسمی، دیپلمات پیشین و کارشناس حقوق بین الملل، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان، و مخاطبان اونها در پنل دوم احمد زرین‌آباد، فارغ التحصیل فنی، و علی بیدگلی، فارغ التحصیل حقوق. خیلی خوش آمدید آقای قاسمی. بحث تمامیت ارضی قبل از هر چیز با حساسیت به خلیج فارس به ذهن تداعی میشه، یعنی حساسیت به فارس بودن خلیج فارس. این همه حساسیت ناشی از چیه؟ من اعتقاد ندارم که تمامیت ارضی اطلاق به مسئله خلیج فارس، عنوان خلیج فارس باشه. خلیج فارس مسئله احساسی است برای ما، مسئله است که از زمانی که در تاریخ بشر بررسی جغرافیا به اصطلاح یا تجسم اوضاع و احوال جغرافیایی دنیا آغاز شده، هیچ کس در هیچ زمانی این دریای واسط بین قاره به اصطلاح فلات قاره ایران، فلات ایران و جزیره العرب رو جز خلیج فارس نشناخته. از همون اول که بابلی ها آمدند و 3000 سال پیش زمین نگاری جغرافیا رو پایه گذاشتن و بعد از اونها رومیان و بعد از اونها ایرانیان، همیشه از استرابو بگیریم، از تالس ملتی بگیریم، تمام اینها صحبت از خلیج فارس کردن یا سینوس پرسیکوس، و این نام در سینه تاریخ ضبطه. و این حساسیت برای هموطنان ما خیلی طبیعی است که این نام نبایستی تغییر بکنه، مضافاً به اینکه یونسکو، سازمان فرهنگی و عرض کنم که سازمان ملل متحد و تربیتی ملل متحد روی این نام تأکید گذاشته و تغییر نام‌های جغرافیایی رو به هیچ وجه مصلحت ندانستن و تأیید نکردن. و حتی در بیانیه‌های مجمع عمومی هم این موضوع تأکید شده در اسناد مختلفش. و بنده به همین دلیل در موقعی که کار می‌کردم در وزارت خارجه، این عنوان ناصحیح اروند رود رو به هیچ وجه به کار نمی‌بردم و نه در نوشته‌هام و نه در گفتارم. اروند رود به جای شط العرب. به جای شط العرب. چون اروند بنا به شهادت و فرمایش پیر طوس فقط به دجله گفته میشه. ایشون میگوید اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تا اروند را دجله خوان. بنابراین اروند منحصر است به نام قدیمی دجله. و حال اینکه شط العرب از پیوند دجله و فرات تشکیل میشه و نامش رو ما اگر دوست نداریم که خلیج فارس رو تبدیل کنن به خلیج عربی، نبایستی خودمون روا داشته باشیم که نام شط العرب رو بکنیم. به همین جهت اسنادی که در 1375 به تصویب رسید با مداخله و میانجیگری الجزیره که بنده هم عضویت نمایندگی ایران بودم، همه جا کلمه شط العرب به کار رفته بدون هیچ گونه تغییری. بنابراین بحث ما در خلیج فارس بحث بچه تسمیه است
و زیرا که اگر که خلیج فارس رو خب بعضیا میگن چه اشکال داره، حالا اونا بگن خلیج عربی، ما میگیم خلیج فارس، یه متوجه نیستن که پشتش جزایر عربی مطرحه، پشتش خوزستان عربی مطرحه، پشت الاهواز مطرحه، پشتش هزار چیز دیگه مطرحه و ما دلیلی ندارد که بپذیریم. خوشبختانه دیدم که این رژیم جمهوری اسلامی هم که اول عده‌ای بلند شدن گفتن ما میگیم خلیج اسلامی و چه عناوین مختلفی دادن، صادق روحانی چیزی گفت، آقای خلخالی حرف دیگری زد، الان قبول کردن در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که روز دهم اردیبهشت به عنوان روز خلیج فارس شناخته بشه و در تقویم ملی ایران درج بشه. بنابراین این تحول هم در اگه دو تا کار درست شده باشه به نظر من یکیش همین بود که این کارو بکنن. نظر منه. منظورتون از این که پشت خلیج عربی، خوزستان عربی و خیلی چیزای دیگه نهفته هست چیه؟ آیا پیش پشتش ترش خواهد آمد؟ یعنی آمد، حتی دیدیم که همون موقع جبهه تحریر الاحواز منتشر میشد با احواز بوهیجیمی که بایستی این منطقه رو آزاد کرد، اینجا عربستان بوده و الان هم عربستان خوانده میشه از زعم اونها، و این عربی کردن منطقه و تغییر هویت این آبراه عمده دریایی عوارض و مثلا تاریخ فاسد داره و این رو هیچ فکر نمی کنم کسی آمادگیش داشته باشه که بپذیره، بگه خب چه مانعی داره، حالا اون هست اونم هست، این یکی هم باشه، ما قبول میکنیم که اونا بگن خلیج. یادم میاد شیخ سعد عبدالله و این ولیعهد کویت بود یا همچه حرفی زده بود، نرفتیم گفتیم چرا، نگفت ما قسمت شمالیش میگیم خلیج فارس، قسمت جنوبیش میگیم خلیج. اینا توجیهاتی است که هست. آقای متین، شما هم در پس این حساسیت نسبت به فارس بودن خلیج فارس این رو میبینید، چیزی که آقای قاسمی گفتن که بله شما خلیج فارس رو اگر بذارید خلیج عربی کنن بعد بحث خوزستان عربی پیش میاد و ترس از تجزیه طلبی یا عوامل دیگه در کار هست؟ به نظر من همین عواملی که آقای قاسمی اشاره کردن خودش بیانگر همین مطلبی است که شما در سوالتون گفتید، اینی که اصولا این حساسیت بخشن حداقل برمیگرده به تمامیت ارضی یا تلقی که ما ایرانی ها از ایران به عنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسی داریم. به نظر من این مسئله خلیج فارس به صورت مشخص دو جنبه دیگه هم داره تاریخ، دو جنبه تاریخی دیگه که چرا انقدر حساسیت روش است. یکی این هست که به حساب پیشینه تسخیر ایران توسط اعراب بعد از آمدن اسلام به ایران و از بین رفتن امپراتوری ایرانی به حساب واحد مستقل سیاسی ایران که در اون موقع بسیار پرقدرت بود، این تداعی به اصطلاح اعراب با این تجزیه شدن حساب دولت در ایران و حساب انحطاط قدرت سیاسی مرکزی در ایران یک چیزی است که در حافظه تاریخی ما هست. دومین جنبه هم این هست که بعد از اینکه دولت صفوی برای اولین بار دولت مستقل ایرانی رو از بعد از آمدن اسلام به ایران دوباره برقرار کرد، یکی از نقاط عطف این دوره در واقع نبرد شاه عباس با پرتغالی ها در جنوب ایران بود که اینا رو اخراج کرد و بندر عباس به وجود اومد و این به نظر من این دو پدیده در تاریخ ایران، این دو واقعه رابطه تنگاتنگی دارن با تلقی ما از اینکه ایران در واقع معنای اجتماعی فرهنگیش تعریف میشه در تقابل یا در تمایز با کشورهای پیرامونی ما که اغلب عرب زبان هستن. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایش در طول تاریخ همیشه در رویارویی در تقابل با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه بوده و در اکثر موارد هم به حساب تسخیر شده توسط این گروه‌ها، چه گروه‌های به حساب نومادها و یا اشاعر از شمال و از شمال شرق ایران به حساب که نقطه عطفش هجوم مغول هست به ایران، یا از جنوب که مثلا ورود اعراب به ایران در دوران مدرن کشورهای غربی. این تقابل دائمی با نیروهای خارجی یک تأثیر خیلی مهمی داشته در اینکه اصولا ایرانی‌ها چه تعریفی از ایران دارن. این تعریف بیشتر جنبه به حساب سلبیش تقویت شده به خاطر این پدیده، به خاطر این روندهای تاریخی که من بحث کردم. یعنی ایران بیشتر در تقابل با نیروهای تعریف شده که تلاش داشتن به انهای گوناگون ایران رو تحت سلطه خودشون در بیارن و به این معنا اون جنبه مثبتش، یعنی اینکه اون عواملی که جمعیتی که در داخل مرزهایی که ما به عنوان ایران میشناسیم اینا رو به هم پیوند میده کمتر و کمتر بوده،
در مواقعی خب طبعا اشاره به این عواملی که جمعیت داخل بسیار جامعه ایران رو به هم پیوند میده تاریخا همیشه کمتر بهش توجه شده تا روابطی که ایران رو متمایز میکنه از جوامع دیگه و یا از نیروهایی که در پیرامون ایران همیشه در حال عمل بودن. قبل از اینکه به پنل دو بریم آقای قاسمی، آقای متین میگن که در مفهوم تمامیت ارضی اون جنبه سلبی قوی تره، یعنی تمایز ایران یا ایرانیان با اطرافیانشون، و اون جنبه دیگه که باعث پیوند اقوام و گروه‌های مختلف در این چارچوب در حوزه ایران میشه کمتر بوده. شما هم به این اعتقاد دارید؟ یعنی تمامیت ارضی کمتر درش اون مفهوم پیوند بین اقوام و در واقع رسیدگی به حقوق اقوام هست؟ مفهوم تمامیت ارضی یک به اصطلاح مفهومی است مستقل از تمام این مسائل و در یک کمی ناچاریم برای تشریح و توجیه این تمامیت ارضی به مسئله روابط خارجی اشاره کنیم. روابط خارجی اصولاً مبتنی است بر حفظ منافع ملی، یعنی حفظ استقلال و حفظ حدود ثغور کشور در برابر خارجی. خب این کیفیت نشون میده که مسئله تمامیت ارضی و استقلال دو بال یک پرنده هستند که با هم حرکت میکنن. بنابراین نمیشه این دو تا از هم جدا کرد. حالا کشورهای همسایه ما اعراب هستند یا نیستند یا در گذشته در زمان صفوی به چه ترتیب بوده، این یه قصه جدایی است. به هر حال تمامیت ارضی با مفهوم مستقلی است، یک آنتیته است که خودش به حد ذاته با استقلال یک کشوری ارتباط پیدا میکنه. یعنی ما بایستی که این توجه رو داشته باشیم که حدود و ثغور مملکتمون دستخوش تحرکات و تحریکات و تجزیه طلبی ها نشه. این رو تمامیت ارضی میگه. و اینکه حالا ربطش بدیم بین اینکه با همسایگانمون رابطه نسبی دارن یا ندارن، اون یک مقوله جداگانه است به نظر من. این بود که تلقی عمومی در ایران از تمامیت ارضی چیه؟ این تلقی عمومی بیشتر جنبه تقابلی و یا تمایزیش با دیگرانه که تقویت شده، اینطور نیست؟ ممکنه در طول تاریخ ما همطور که اشاره فرمودن در اثر این که همیشه مورد تهاجم بودیم و مورد نظر بودیم یا مورد مطامع خارجی بودیم این مقوله وجود داشته باشه، ولی در هر حال نه تنها ما، نه تنها ایران، کشورهای دیگه هم همینطور هستن. اونها هم سفت و محکم حدود ثغورشون رو نگه می‌دارن برای اینکه خارجی بهش چیزی همسایه عرب هم نداره، ولی میخوان که نگه دارن. پس اجازه بدید بریم به پنل دو ببینیم آقای زرین‌آباد چه سوالی دارن. آقای قاسمی در ارتباط با نام خلیج فارس میگن که این حساسیتی است که روی نام خلیج فارس هست که باید باشه. حالا خب من سوال من ایشون اینه که این حساسیت در نقطه مقابل ما هم قرار گرفته، یعنی عرب ها که کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن، با اون حساسیت چگونه باید برخورد کرد؟ یعنی چه راهکاری رو باید پیدا کرد که هر دو از این حساسیت بیان بیرون و بتونن با همدیگه تعامل بکنن و این دشمنی از بین بره که داره هر روز تشدید میشه؟ سوال بسیار خوبی است. سوال بسیار خوبی است. معلمی داشتیم هر وقت چیزی رو نمیدونست میگفت سوال بسیار خوبی است. کی میدونه یکی دیگه میگفت. عرض کنم که مسئله حساسیت که می‌فرمایید که هست منبعث از چیه؟ منبعث از یک مقوله سیاسی است متأسفانه. من به خوبی یاد دارم یک شعاری پخش می‌شد از رادیوی قاهره که من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی لبیک عبدالناصر لبیک عبدالناصر، این دائما پخش شد. پس بنابراین اون موقع نبود، توجه می‌فرمایید، خلیج فارسی بود. در سند استقلال کویت که در 1962 بین شیخ عبدالله حاکم کویت و اون ناظر انگلیسی امضا شد که من نسخه‌شو دارم، اونجا هم از خلیج فارس، خلیج الفارسی صحبت شده. پس این یک کار سیاسی است. چطور شد؟ شروع شد؟ شروعش از این جهت شد که وقتی در مصاحبه‌ای که شاه با یکی از این روزنامه‌نگارا می‌کرد، عبدالرحمن فرامرزی از ایشون پرسید که روابط شما با اسرائیل در چه حده؟ ایشون گفت روابط ما با اسرائیل در حد به اصطلاح دو فاکتو است، یعنی فکته که همچی واحدی هست، روابط سیاسی نداریم، روابط دو فاکت.
همین باعث شد که عبد الناصر این عنوان علم کرد. من علاقه من این حساسیت رو حساسیت به وجود اومده. چگونه میتوان این حساسیت به وجود آمده؟ چجوری میشه از بینش برد و حلش کرد؟ این حل نمیشه قربان. چون بنده بسیار ناامید هستم از حل این قضیه. چرا؟ برای اینکه آقایون تلاش کردن این رو بردن به جامعه عرب. جامعه عرب 60 سال از تاریخ تأسیسش میگذره. آخه شما من فکر میکنم یه موضوع رو ازش گذر میکنید و یا مایل نیستید بهش رسیدگی کنید. من مایلم. ببینید کشورهای حوزه خلیج فارس از سال 71 استقلال پیدا کردن. بله. امروز ما 5 کشور در حوزه خلیج فارس داریم. بله. که استقلال پیدا کردن. یک جمعیتی دارن. این جمعیت میخواد هویت داشته باشه. حالا ما میگیم آقا یک کسانی کنار ما دارن زندگی میکنن، حقوق اینا چیه؟ بنده میخواستم همین خدمتتون عرض کنم که این مقوله یک مقوله سیاسی است. یک مقوله ای بود که بر اثر این جامعه عرب رو که میخواستم بهتون بگم نذاشتین صحبتمو تموم کنم. جامعه عرب 60 سال از عمرش میگذره. در این 60 سال به هیچ توافقی نرسیدن. در هیچ زمینه ای. اتحادهای موقتی کردن، جدا شدن. در دو مورد توافق رسیدن. یکی تسجیل نام خلیج فارس به عنوان اون نام مجعول و یکی هم قضیه جزایر. که شما نگاه کنید هر دفعه اینا جمع میشن دور هم فوری مسئله جزایر مطرح میکنن. این متفقون علیهشونه، ما هم متفقون علیهمون هست که این نام نام خلیج فارسه، این نام غیر قابل تغییره، غیر قابل تبدیله و باید باشه. حالا اونا میخوان در نقشه هاشون بنویسن، یه مسئله خودشونه. ولی تفاهم و آشتی که شما منتظر هستید که بین ما و اونها در این زمینه بشه بسیار بسیار مستبد. بله، جزبه این آقای متین که صحبتی دارن. من موافقم که این مسئله حساب این مسئله به طور عمومی جنبه سیاسی خیلی مهمی داره، ولی من فکر میکنم به نحوی که شما بحث رو مطرح میکنه یه تنشی درش هست. به این معنی که تا اونجایی که به ادعای دیگران به مثلا در این مورد خلیج فارس برمیگرده شما این رو یک امر کاملا سیاسی میدونید، در حالی که تا اونجایی که به اطلاق خلیج فارس به عنوان بخشی از حدود و ثغور به اصطلاح که گفتید ایران برمیگرده این رو امری کاملا حقوقی و طبیعی فراتاریخی میدونی، یعنی چیزی است که درش هیچ مسئله سیاسی یا فرهنگی یا تاریخی درش دخیل نیست. من فکر میکنم همون به همون دلیلی که ادعای اونها به قول شما سیاسی هست که شاید هم باشه و هستش، اطلاق این نام به این محبت محیط جغرافیایی هم میشه حساب از جنبه سیاسی هم بهش نگاه کرد که برمیگرده به تشکیل دولت ملت مدرن که اصولاً یک پدیده مدرنی هست، در قبل از اون اصلا تلقی تاریخی از ایران یه چیز دیگری بوده، در دورانی که مرزهای ایران فرضاً شما حساب کنید تا یونان و هند و گرجستان در شمال بوده ما از ممالک معروسه صحبت میکردیم، یه چیزی که درش تکثر هست. و وقتی که این مناطق از ایران جدا شد فکر نمی‌کنم اون حساسیتی که ما امروز اکثر روشنفکران ما نشون میدن در اون موقع نبوده. چرا؟ دلیلش هم طبیعی بوده، چرا که معنای دولت ملت مدرن که الان ما در اون محدودش داریم فکر میکنیم و میاندیشیم در اون موقع وجود نداشته. معنای دولت ملت به این معنا که به حساب واحدهای سیاسی مشروع و مستقل حتما باید درونشون یک جمعیت انسانی که از لحاظ نژادی و فرهنگی و زبانی مشترک. همگرا و مشترک باشن، این یک امر یک پدیده بسیار مدرنی است، در قبل در گذشته اینطور نبوده. و به نظر من این حساسیت برمیگرده به حساب دقتی که مفهوم ملت دولت مدرن تسری میده به مرزها و به نامها و به نامها به طریق اولا. بله. آقای قاسمی، صحبتی که ایشون کردن در مورد ممالک محروسه، تا همین دوره قاجار از ایران به عنوان ممالک محروسه نام برده میشد، در مکاتبات ناصرالدین شاه هست. در مفهوم ممالک محروسه درجه ای از انعطاف و حتی میشه گفت خودگردانی مناطق مختلف ایران بود. چی شد که این بحث ممالک محروسه گم شد و الان وقتی صحبت از ایران میشه دیگه ممالک محروسه با اون درجه ای از مختاری یا خودگردانی دیگه اصلا ازش مستفاد نمیشه؟ ممالک محروسه، این کلمه محروسه واژه عربی است، یعنی حراست شده. ممالکی که ما وظیفه داریم ازش حراست کنیم حدود و ثغورش رو و حفاظت می‌کنیم، ولی در عین حال تا درجه مستقل هستن، مستقل یعنی خود هستن. مختار هستن. دقیقا. و این مفهوم لغوی محروسه به این صورت بوده، مثل بسیاری از اصطلاحاتی که در زمان قاجار معمول بوده و حالا نیست.
ولی چی شد که گم شد این مفهوم که در درون خودش درجه ای از انعطاف دولت مرکزی نسبت به مناطق دیگر رو داره دیگه و درجه ای از خود مختاره؟ ولی رسمیت نداشت به اون صورت. در قانون اساسی و متمم قانون اساسی این کلمه نیست. شما اگر نگاه کنید متمم قانون اساسی رو کلمه ای به اسم ممالک محروسه وجود نداره. ولی سوال همینه، از مشروطیت به این سو دیگه نیست ولی دیگه تا قبل از اون بود. بله، فکر کردن که این اصطلاح اصطلاحی است که شاید به گذشته های دور برمیگرده و امروز دیگه مصداق به اون صورت نداره و شاید اینطور فکر میکردن پدران ما و بنابراین دیگه اشاره کردن به کلمه ممالک محروسه لزومی ندارد. تهران رو هم با تین مینوشتن، حالا با ته مینویسن. اینجور کلمات به این صورت بود و این در واقع نشانگر چه طرز تلقی از مفهوم تمامیت ارضیه وقتی دیگه ممالک محروسه نیست بلکه یک دولت متمرکزه با درجه بالایی از تمرکزگرایی. ملیت، تکیه بر ملیت و ملیت ملی‌گرایی است و به نظر من دیگه موردی نداشت با تدوین قانون اساسی و متمم قانون اساسی و تصریحاتی که در قانون اساسی شده است برای حفظ حدود و ثغور مملکت. میدونید که خب بالاخره این موضوع تمامیت ارضی و استقلال با ارتباط تنگاتنگ داره و نمیتونه این دو تا رو از هم جدا کنیم. بنابراین لزومی دیگه به عنوان کردن این ممالک نبود. و اینکه چطور شد اینجور شد، مثل خیلی تحولات دیگه که در لغات و اصطلاحات معمول زمان قاجاریه شده، شما کتابه اون دوره رو بخونید ببینید چقدر دشوار خوندنش. بله آقای متین، این تحول یعنی گم شدن مفهوم ممالک محروسه صرفا گم شدن یک لغتی یک عبارتی بود یا یک روند تاریخی چیزی پشتشه؟ به نظر من این گم شدن رابطه خیلی تنگاتنگی داره با گذار ایران از دوران امپراتوری به دوران دولت ملت. این دورانی هست که در واقع بنیاد مادی برای ممالک محروسه دیگه وجود نداره، چون ممالک دیگه تسخیر شدن، روسا گرفتن از در شرق و توان هرات از دست رفت و اینها. در نتیجه اصولا به حساب مرجع و مأخذ مادی برای این لغت دیگه وجود نداشت. این یک جنبش بوده. سالمه به انتفاع موضوع بود دیگه. بله. علما. بله. جنبه دیگرش هم این بوده که خب طبعا در اون دوره هست که مسئله توسعه در ایران یک امر خیلی حاد میشه برای روشنفکران ما، برای بخش عظیمی از تکنوکرات‌های ایران، به دلیل اینکه ایران در مقایسه با کشورهای غربی به خصوص روسیه که دوران مدرنیزاسیون خودش رو طی می‌کرد مدام عقب مانده به نظر می‌رسید. خب چاره عقب ماندگی چه بود؟ این بود که خب نگاه می‌کردیم به غرب. اصلا غرب می‌شد هم دشمن هم معلم. خب در غرب توسعه رو ما به چی ربط می‌دادن اون موقع؟ به این ربط می‌دادن که به حساب توسعه و حتی امر سیاست به طور مدرن فقط در چارچوب دولت ملت ممکن است. یعنی ما پروژه آبادانی ایران، پروژه بازسازی ایران حتما باید پیشفرضش این است که ما یک دولت ملت مدرن داشته باشیم که در درون خودش یک دولت متمرکز ملی رو دولت متمرکز داره. مرکزی و با نهادهای به حساب مربوطش من جمله زبان واحد، به حساب مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و بسیاری نهادهای دیگه. یعنی این پروژه تبدیل ایران یا تلقی ایران به عنوان یک دولت ملت مدرن رابطه به حساب خیلی مستقیمی داره با گذار ایران یا در واقع رویارویی ایران با دنیای مدرن و اینکه چطور میتونیم به اصطلاح از این قافله تمدن ما عقب نمونیم. بله بسیار. ببینیم آیه بیلگولی چه سوالی داره. بله، در رابطه با فرمایش داده آقای قاسمی این نکته به نظرم رسید که کشور ما اسمش ایرانه، فارسی یا فرس زبان رسمی کشور ماست. خارجی ها به ایران میگفتن پرشیا و به اون دریا هم میگفتن پرشن گلف، یعنی دریای ایران، دریای ایرانی. بله. ما در هیچ زمانی در طول تاریخمون اصلا ایران اسمش فارس نبوده. پرشن کت هم اگه یه فرد ترجمه کنه گربه فارسی، خب کاملا غلطه. این یه نکته است که حالا دو نفر آقای این سوال رو این سوال آقای قاسمی جوابشو بگیم که پس اگر به اسناد تاریخی برگردیم باید میشد خلیج ایرانی، یعنی پرژن منظور شما؟ بله دقیقاً خلیج فارس منظورشون اینه. عرض کنم حضور شما که مرحوم زکا الملک فروغی وقتی که رضا شاه دستور داد که در خارج هم کلمه پرشیا رو بذارن کنار ایران بگن، گفت از فرط ملی‌گرایی ما اومدیم یک معرفه ای رو نکره کردیم
به اصطلاح گرامری. پرشن یا پرشیا معرف ایران بود. بله، ولی فارس نیست. ولی فارس نبود، نه. فارس یک منطقه به خصوصی ایرانیه. بله. فارس باستان بله. که اومده شده فارسی. درست. یعنی هیچ زبان ملی ماست. من حرف منظورم این بود که اساساً خلیج فارس یه اسم جدید نیست که به هیچ وجه اسم جدید نیست. یه چیزی نیست که ببینید اونا گفتن پرشن گلف. بله. پرشیا ایران پرشن گلف. پس اجازه بده ببینیم. خب یعنی تصور حضرت عالی و اعتقاد جناب عالی این است که ما باید اسم خلیج فارس میگفتیم خلیج ایرانی. قاعدتا اگه اونطوری که شما فرمودید بر اساس اون روند تاریخی که اومده جلو باید میشد خلیج ایرانی. خب نشد. حالا ترجمه شد به فارس. حالا من سوالم راجع به این نیست. این سوال فرعی. پس این سوال مطرحی. سوال اصلی اینه. ببینید جناب دکتر ما یه ظرف داریم و یه محتوا، یه مزرف. بله، یا یه ظاهر داریم یه باطن. درست. یه پوست داریم یه مغز. درست. الان که ما نشستیم بحث میکنیم راجع به اسم خلیج فارس به عقیده دو نفر اساتید، چون ایشون هم در این زمینه صاحب نظرن، به هر حال اهمیت خلیج فارس به اسمشه یا به بهره برداری از دریای سرزمینی و فلات قاره و ذخایر غنی منابع زیر اون دریا؟ آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان برد خر رو در رو بود. وقتی ما بحث میکنیم سوال دقیق من اینه، وقتی ما از اسم خلیج فارس بحث میکنیم آیا این معنی این نیست که سطح حساسیت جامعه رو از مغز و محتوا تقلیلش میدیم به پوسته مطلب، به اون چیز ظاهری مطلب؟ این سوال از دو نفر آقایون هم میتونن پاسخ بدن. عرض کنم حضورتون که خب اگر مفهوم مخالف سخن جناب عالی رو بخوایم بگیریم این است که حساسیت به خرج ندید، آقا بذارید همون خلیج اسلامی باشه یا خلیج ایرانی باشه. بله. خب این در سینه تاریخ ضبطه. ببینید در سینه تاریخ ضبطه. نه ببینید ما چطور میتونیم اگر اجازه بدید سوال ایشون در واقع اینه که به جای حساسیت به اسم آیا بهتر نیست که به منابع اون که داریم توجه داریم که میگه میشه نشه منافع حقوقی ما در خلیج فارس کجاست؟ من دو کلمه دیگه اگه اجازه بدید اگر کوتاه عرض کنم. ببینید تمام رسانه‌های طرفدار دولت ایران میگن خلیج همیشه فارس، ما جلو این آبراه رو میبندیم، ما میلیون ها پشت نفتی که میره جلوش رو میگیریم، ما اقتصاد اونا مسائل سیاسی است. اجازه بفرمایید در این مقوله مطرح نیست. از طرف دیگه آقای کروبی که الان رهبر مخالفان هست میگه دولت ایران در برداشت منابع که با قطر شریکه ناتوانه. و از اون آقای کروبی از اون چیزی که اسمش رو ناتوانی دولت میذاره اظهار تأسف میکنه. این دوتا اگرچه دوتا نظر قابل جمعن و نافی هم دیگه نیستن، اما دو نظر کاملا متفاوته. اون بله. یکی پس اگر اجازه ظاهر بله. این یکی این خانه بله. این خانه بیدولی فقط یک جمله که بله. این بله. میگه این خانه تا لب بام از آن من، از اونجا تا از لب بام تا ثریا از آن تو. بله. دو تا بله. این مسئله‌ای بله. که میزنید البته مصداق اساسی با قضیه مطروحه نداره، ولی منابع خلیج فارس 100% برای ما اهمیت داره. این تردید نیست، این جنبه مادی مسئله است، اما یه جنبه حیثیتی است. یعنی ما نمیتونیم تسلیم اعراب بشیم و بگیم که بله شما چون در سال 1900 و فلان اومدید 55 اومدین تصمیم گرفتید که اینجا رو اسمش عوض کنید، ما میگیم اوکی باشه قبول میکنیم چون با هم دوستیم، چون با هم همسایه هستیم. میدونم که این مشکل بزرگی است. ما وقتی که در ماموریت بودیم هر جا میرفتیم دیدیم اسوال بدبختی منم این کشورهای عربی بودم، هر جا میرفتم خب اسم نقشه روش خلیج فارس، دستور این بود که اهمیت چیز نکنید، ننشینید و برنشید اعتراض کنید. خب بنده خودم شخصا سفرهای عرب رو که میدیدم این کارو نمی‌کردم. خیلی قاسمی چطور نام مازندران شد خزر؟ دریای مازندران شد خزر. اونم غلطه، باید بشه مازندران. نه چطوری شد؟ پس عوض شد و تو نقشه آمد و همه هم الان بشه. الان مازندران میگن. الان میگن خزر دیگه، دریای مازندران میگن خزر. آقای دو تا اسم داره. هم خزر هست هم مازندران. در نقشه جغرافیایی جهان ببینید که آقای متین نه من هنوز حرفم تموم نشده. بله. می‌خواستم همین خدمتتون عرض کنم اهمیت
خلیج فارس از نظر اقتصادی، از نظر منابع طبیعی، از هر نظری برای ما بسیار حیاتیه، هیچ تردیدی نیست. نمیشه گفت این مهمتره یا اون مهمتره، این اصلا قیاس مع الفارقه. ببینید این ولی سرپوش گذاشتن رو ولی از جنبه اصلا. جنبه حیثیتی قضیه یعنی دکتر ایشون میگن که این همه حساسیت، این همه تکیه بر فارس بودن خلیج فارس میتونه، گفته ایشون اینه، سرپوش گذاشتن بر عدم بهره برداری از منابع اون، به قول ایشون سرپوش گذاشتن بر عدم تعامل با همسایگان باشه. آیا این چنین چیزی هست؟ تعامل با همسایگان به قیمت از دست دادن مسائل حیاتی و حقایق تاریخی جایز نیست به هیچ وجه. بنده شخصا این اعتقاد دارم. بله. در این مورد تندم می‌کنم. بله. آیه متین. من حالا تاشم. والا به نظر من این کارکرد سیاسی مفاهیم رو نمیشه جدا کرد واقعا از خود اون مفاهیم. حالا از نظر تاریخی میشه مثلا اشاره کرده کلمه فارس در خلیج فارس یا کلمات مشابه دیگه، ولی اینکه این مفهوم، این اسم کاملا خارج از تاریخ ایستاده و صرف نظر از اینکه سیاست یا ژئوپلیتیک منطقه چه هست این سر جاش میمونه، به نظر من ما رو از یک دید به حساب کم غنی‌تر نسبت به تحول این مفاهیم به حساب برخوردار نمی‌کنه. به این معنا که من موافقم با بحث شما که اصولاً کارکردهای سیاسی این مفاهیم هست که در دوران‌های مختلف بالا و پایین میره، از شدت و عدتش کاسته میشه و اضافه میشه. ولی یه نکته دیگه هم هست که وقتی آقای قاسمی میفرمایند منافع ما یا حیثیت ما، من میخوام بپرسم این ما به کی برمیگرده؟ چون این پیش‌فرضش هست که یک کشوری هست به نام ایران، درش تمام جمعیتش همشون یک ریشه زبانی نژادی مشترک دارن، در واقع ما یک ملت داریم به اسم ملت ایران. درست. ولی من شک دارم که این حساسیت واقعا اینقدر فراگیر باشه که بحث ما نداره یه رفراندوم بکنیم. مثلا من از شما میپرسم، به فرض مثال از یک هموطن عرب خوزستانی ما بپرسید که خلیج فارس مثلا اگر خلیج فارس نباشه چی میشه، من مطمئن نیستم به همون شدت و حدتی که ماها روشن فکرها بهش واکنش نشون میدن اونا هم واکنش نشون بدن. یا اگر از یک هموطن آذری بپرسید به طریق اولا، اونا هم به همچنین. پس این واکنش ها به این گونه به حساب استفاده از اسامی به نظر من رابطه تنگاتنگی داره به این که در واقع انسان هایی که در این واحد سیاسی زندگی میکنن چه رابطه‌ای با دولت مستقر سیاسی خودشون دارن. اگر احساس به حساب تبعیض بکنن، احساس بکنن که از به اصطلاح منافع اون کشور، منافع ملی به صورت مساوی برخوردار نیستن، به نظر من حساسیت به این جور مطالب خیلی کمتر هست. یعنی یک مشکل جدی هست. وقتی که یک به اصطلاح کمپینی را افتاد، یک فعالیت متمرکزی را افتاد در دفاع از نام خلیج فارس، ظرف یکی دو روز ده ها هزار امضا جمع شد در وبلاگ ها، در اینترنت. این حساسیت واقعا فراگیر بود؟ یعنی شما میگید واقعا اون حدی که ما فکر میکنیم فراگیر نیست این حساسیت؟ من کماکان فکر میکنم نیست، چون این کمپینی که اشاره کردید درسته، واقعا هست اینجوری، ولی من ندیدم یک حساب تحقیق جامعه شناسانه که ببینیم چه کسانی در کجا و با چه جایگاه اجتماعی طبقاتی در این کمپین شرکت کردن. من خودم حدسم بر این است که بسیار از این کسانی که در این کمپین شرکت کردن یا ایرانی هایی بودن که در خارج از کشور زندگی میکنن، یا ایرانی هایی هستن که از چنان خواستگاهی برخوردارن که مشغله ذهنیشون میتونه همچین مواردی باشه. به نظر من از بخش عمده مردم ایران که در زیر خط فقر زندگی میکنن، واقعا مشغله دغدغه روزانه اونها این نیست که خلیج فارس هست یا نیست، مسئله دیگری براشون مهمه. ولی در این حال من می‌خواستم اضافه بکنم که در مقاطع مشخصی میشه حتی کسایی که به طور معمول ممکنه حساسیت نشون ندن، حساسیت نشون بدن. شما فرض کنید در هنگام مثلا جنگ ایران عراق، دولت به صورت سازماندهی شده از این احساسات در واقع میتونه استفاده بکنه و استفاده کردن، و این تنها مختص مثلا دولت ایران نیست، در کشورهای غربی هم به این شکل در تاریخ خود دوران آلمان نازی یا در روسیه و مثلا متعدد میشه زد. ولی به تو در شرایط عادی به نظر من این حساسیت به هیچ عنوان به این شکل فراگیری که ما فرض میگیریم در نیست، در داخل ایران، در مناطق مختلف ایران، نه تنها فقط در به قول معروف در بین اون اقشار فرهیخته به حساب مرفعی که میتونن در واقع وقت دارن اتفاقا به این مسائل بیاندیشن و فکر کنن، دسترسی به اینترنت دارن. اجازه ببینیم آقای میدبولی چه سوالی دارن. من فقط همین یه جمله کوتاه میخواستم بگم که ما یه منافع ملی داریم، یه حاکمیت ملی. حاکمیت ملی میره تا اون قلمرویی که ما میخوایم بگیم که تا اینجا مال ماست.
اما منافع ملی ما زیر این آب هاست. دریای خزر بذار دریای ترکمنستان باشه، ولی الان نفت و گازش اون سه کشوری که یا چند کشوری که در حاشیه‌اش هستن دارن به سرعت دارن استخراج میکنن. ما میگیم بذار دریاش مال اسم ما باشه. این اسم بودن چه تأثیری داره؟ این بله، این در واقع انتقاد ضمنی شما متوجه سیاست‌های دولت کنونی یا اینکه نه کلا ذهنیت مردم ایران رو شما؟ اصلا من هنوز روی اون سوال قبلیم هستم که میگم این بحث ها که ما اصلا مطرح میکنیم که این خلیج باید همیشه فارس باشه یا این باید اروندرود باشه یا این استان مثلا باید کرمانشاه باشه، خب این چه تأثیری روی مردمی داره که نون میخوان به سر سفرهشون باشه؟ من میخوام مورد اشاره بکنم در مورد اتفاقا این سوال بسیار خوبه، به این دلیل که بسیار جنبه اقتصاد سیاسی این مسئله رو هم اشاره میکنه، به این معنا که اقتصادی مثل اقتصاد ایران که اصولاً مبتنی بر مواد خام هست دیگه، خب نفت هست، نفت هم در یک جاهای مشخصی هست، در نتیجه حیات و ممات بخش عمده ای از جامعه ایران و دولت ایران به طریق اولا مبتنی است به اینکه دسترسی به این منطقه ارضی مشخص وجود داشته باشه. حالا شما تصور بکنید یک کشوری که اصولاً اقتصادش مبتنی بر مواد خام نیست، یعنی تولید صنعتی درش هست، مثلا همین اسکاتلندی که ما در جوار انگلستان در جایی که ما هستیم هست. در اسکاتلند یه حزب ملی هست، ملی‌گرا سال‌های سال هم فعال بودن، حتی اکثریت پارلمانی رو هم دارن فعلا، و اینها هدف غایشون است که اسکاتلند یک دولت مستقل بشه، ولی مردم اسکاتلند رأی نمیدن به این استقلال. چرا؟ یعنی میخوان بخشی از بریتانیا باقی بمونن، به این دلیل که اونا خب مثل همه ما حساب کتاب میکنن، میبینن که منافع اونها، زندگی روزمره اونها، مسائل معیشتی اونها اتفاقا بهتر این است که بخشی از بریتانیا بله باشه، بهتر برآورد میشه در حالتی که بخشی از یک واحد اقتصادی بزرگتر باشن، چرا که اگر کوچکتر باشن قدرت رقابت رو از دست میدن و نمیتونن واقعا این سطح رفاه رو که دارن الان داشته باشن. در سطح اروپا میبینیم اتحادیه اروپا یک پروژه خیلی عظیم اقتصاد سیاسی است که معنا پیشفرضش اینه که این کشورها به طور منفرد نمیتونن در اقتصاد امروز جهانی رقابت بکنن. پس میبینیم که این رابطه مستقیمی است بین واقعیت اقتصادی یک کشور و حساسیت‌هایی که نسبت به مواد خام و به این دلیل به مسئله جغرافیا درش ایجاد میشه. به حساسیت‌های ملیشون. بله. اجازه بدید آقای زرین‌آباد چه سوالی دارم؟ من از آقای متین می‌خواستم سوال کنم. البته بحثی که با آقای قاسمی مطرح میشه، آقای قاسمی میگه مرغ یک پا داره، پس بنابراین دیگه نمیشه بحث کرد. یعنی دیگه هیچ. ما داریم گذشته رو به حال پیوند میزنیم و به لحاظ تعرض تجاوزاتی به کشور ما شده و ترس از گذشته حاضر نیستیم الان با همسایگانمون تعامل داشته باشیم. و این موضوع رو میایم پیوند میزنیم که اگر این کار رو بکنیم فردا خوزستان میشه عربستان، اهواز میشه ناصریه و و و و و های دیگه. در حالی که به قول شما همین موضوع اسکاتلند و همین رفراندومی که حالا در اسکاتلند میکنن و میگن میخوایم جزء بریتانیا باشیم، به عقیده من هیچ یک از استانهای ایران و هیچ قوم و اقلیتی در ایران خواهان این نیست که از ایران بخواد جدا بشه و میخواد که زیر چتر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران باقی بمونه. اینکه چرا این چه کاریه که ما میکنیم آقای متین که میایم گذشته رو با حال پیوند میزنیم و بعد بهانه پیدا میکنیم برای اینکه الان با همسایگانمون تعامل نداشته باشیم؟ ما این بحث رو امروز نمیکنیم، شاید 100 سال آینده 50 سال دیگه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جمعیتی بیشتری پیدا بکنن، اون موقع چگونه میخوایم این مشکل رو حل کنیم؟ از امروز ما باید براش راهی پیدا کنیم. سوال دوم من اینه که منافع این سوال رو بدایه. من کاملا موافقم، من موافقم با شما که این در دراز مدت هیچ به نفع نه ما نه مردمان کشورهای دیگه است که این نوع حساسیت‌ها تبدیل بشه به برخورد و به حساب مشکلات سیاسی ملی، ولی اینکه به اون مرحله نرسیم یه پیش‌فرض‌هایی داره. به نظر من اینجوری نیست که مردم به حساب غیر فارس ایران یک عهد به حساب عبدالآبادی بسته باشن که ما تحت هر شرایطی حاضریم در ایران بمونیم. همچنان که می‌بینیم یک سری جنبش‌های ملی گرایانه حتی در بخشایی که قبلا درش نبوده مثلا در آذربایجان به وجود اومده. چرا؟ چون این آگاهی به این که گویا دولت ملت و یک سری حقوق انسان مدرن مبتنی هست به وجود یک واحد سیاسی به اسم دولت ملت، خودش باعث میشه که این به حساب نیاز و یا به حساب خواست برای یک سری حقوق ملی یا فرهنگی درش تشدید بشه. اگر دولت مرکزی از این خواست ها به حساب پا
پاسخی نده، خب در طول زمان این انباشته میشه. حقوق مدرن شهروند مدرن میخواد. دقیقاً، یعنی رابطه مستقیمی هست بین حقوق شهروندی، شهروند مدرن و حقوق مدرن. و بله، شدت و حدت به حساب احساسات ملی‌گرایانه به نظر من. منظور شما چی هست آقای متین؟ شما رابطه تمامیت ارضی، مفهوم تمامیت ارضی و حقوق شهروندی رو چی می‌بینید؟ آیا می‌خواید بگید که تمامیت ارضی با حقوق شهروندی ضرورتاً همراهی نداره، یعنی میتونه اینها متعارض باشه؟ به نظر من میتونه بشه در شرایطی، چرا که به همون دلیل که ما فکر میکنیم، وقتی میگم ما یعنی از منظر دید غالب در جامعه ایران در مورد اینکه اصلا ایران چی هست، محدودش چی هست، تاریخش چی هست، فرهنگ چی هست، بنا به همون دلایلی که ما فکر میکنیم که ایران باید به این شکلی که هست بمونه، همین گفتمان میتونه در ذهن مردمانی که فارس زبان نیستن هم شک بگیره که اینکه بله، خب ظاهرا که دولت ملت واحدی است که حتما باید باشه، یعنی پیشفرض توسعه است، پیشفرض توسعه فرهنگی اقتصادی است، خب چرا ما نداشته باشیم؟ ولی نفس این که این سوال اصلا به وجود میاد، دلیلش این هست که این حقوق، این دسترسی به امکانات به طور مساوی نیست. به این دلیل هم هست که این گونه گفتمان هم میتونه رسوخ پیدا بکنه در اون بخش از جامعه. آقای قاسمی، شما هم معتقدید تمامیت ارضی، یا خیلی ساده تر بگیم دنبال مصداق‌ها بگردیم، مثلا حساسیت بر نام‌هایی چون خلیج فارس، اینها ممکنه تحت شرایطی با حقوق شهروندی در تعارض قرار بگیره، یا اینکه نه فکر نمی‌کنید؟ بنده فکر نمی‌کنم. بنده یه مثال می‌خوام بزنم، گرچه دوست عزیزم به خصوص که ایشون در ارتباط با حقوق شهروندی بر حقوق اقلیت‌ها تکیه می‌کنه. ببینید این جنگ خلیج فارس، جنگی که ما با عراق داشتیم، خیلی واسه ما درس بود، یعنی واقعا یه چیزایی بهمون یاد داد. آقای خمینی تصور می‌کردن که اگر که این آتش افروخته بشه، خب شیعیان عراق به سوی ما خواهند آمد و از ما حمایت خواهند کرد علیه صدام حسین. این کار نشد، بالعکس صدام حسین معتقد بود و تو ذهنش بود که اگر این حمله رو در 1980 بکنه، عرب زبان‌های خوزستان، من هیچ وقت نمیگم عربای خوزستان، میگم عرب زبان‌های خوزستان، اونها هم به سود ایشون برخواهند خواست، که این هم نشد. بنابراین من میتونم بگم که همون احساسی که مردم اسکاتلند دارن که میخواهند بخشی از انگلستان بمانند به خاطر مسائل معیشتی یا هر چی، این احساس رو هم مردم خوزستان، البته من خوزستانی نیستم و وکالتی هم از طرف مردم خوزستان ندارم، ولی نشون دادن که به این قدم روی خودشون، به این تمامیت ارضیشون وابسته و پابند هستند، و این است که به هیچ وجه من الوجوه به ندای توسعه طلبانه اون آقا جواب مثبت ندادن. این مسائل هست، درسته، ولی این ندا از اون طرف مرز میومد. شما اگر فرض بکنید همچین نداهایی از داخل اونجا بیاد به دلیل دلایل اقتصادی یا فرهنگی، اون موقع خیلی مشکل تر است با این مسئله. بله، پس از شهریور 20 هم دیدیم که به چه ترتیب حضرات میخواستن که یک واحدهای جدایی از اقلیت‌های قومی درست بکنن و دیدیم که نشد و به جایی نرسید. تو حساب با قدرت قاهره مثلا آذربایجان و کردستان و آقای قاسم، این دیدگاه حضرت امام در ارتباط با جنگ ایران عراق نبود و شاید دیدگاه صدام و شما درست، این یه مبحث جداگانه میطلبه. من فکر میکنم شما یه گریزی زدید. دقیقاً دیدگاه ایشون بود، در اینکه ایشون شعارشون این بود که از راه کربلا به قدس میرسید. این بعد از جنگ بود، یعنی بعد از این یه بحث جدایی است. جنگ شروع شد. من فقط خواستم این اعتراضی رو بکنم که این دیدگاه امام، اجازه بدید من یه سوالی مطرح کنم. اگر اجازه بدید آقای زرناباد سوالش رو طرح کنم بعد به شما میگم. بله. با ایشونه. در این ارتباط بودم. من منافع من از آقای متین میخوام سوال کنم، اینکه شما میفرمایید که شاید این دیدگاه همه اقوام و اقلیت‌های ایرانی نباشه، و اینکه شما میگید حقوق مدرن، من میگم شهروند مداری آیا با تمامیت ارضی نمیتونن با هم دیگه تلفیق و ترکیب بشن؟ نه، من منظورم دقیقاً، من موافقم، من فکر میکنم که شهروند مداری هر چقدر بیشتر باشه، مسئله به حساب خارج شدن از واحد سیاسی که مرزها هم بخشی از اون هست کم رنگ تر میشه. اگر مردم، منظور شما اینه که تمامیت ارضی اگر بر یه بستر دموکراتیک باشه میتونه به همگرایی کمک کنه؟ دقیقاً، به خصوص در جامعه‌ای که کثیرالمله هستن، یا حالا این سوال من هست که چرا وقتی در بله این سوال من هست که چرا وقتی در ایران بحث تمامیت ارضی میشه، مثلا اون
کرد زبان میاد و محدودی ارضی خودش رو ترسیم میکنه، عرب زبان میاد محدودی ارضی خودش رو، و بلوچ میاد محدودی ارضی خودش رو. اما اون که نمیاد خودش رو به اصطلاح شهروند مداری رو با تمامیت ارضی ترکیب نمیکنه، مثل مردم اسکاتلند فکر نمیکنه. دلیلش به نظر من این هست که همونطور که شما میگفتید ظرف است و مظروف، به نظر من این مسئله طرح مرزها فقط به قول معروف ظرف است، مظروفش محتواش در اصل همون مسئله توسعه اقتصادی، حقوق فرهنگی، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی. شما در ما در کشوری زندگی میکنیم که قانون اساسیش به صراحت میگه که رئیس جمهور این کشور باید پیرو مذهب شیعه اثنی عشری باشه. خب یعنی این چی؟ یعنی حدود حداقل 10% اگر نه بیشتر از مردم ایران در هیچ برهه‌ای از زمان نمیتونن به عنوان رئیس جمهور این مملکت به صاحب حتی کاندیدا بشن. خب در این حالت خب طبیعی است که این مردمی که متعلق به اون 10% هستن احساس میکنن که نقش برابری در اداره جامعهشون ندارن. شما مستظر هستید که خواهش می‌کنم. سوالم در همین ارتباطه. اون چیزی که مطرحه اینه، نماینده سقز در مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد گفت 30 سال از انقلاب گذشته و استان کردستان که تماماً کردند و اکثریت سنی، یک استاندار کرد یا سنی نداره. در بمبگذاری اخیر هم که در زاهدان بود، نماینده های اون بخش از کشور استعفا دادن، گفتن کار امورات اون قسمت رو به خودشون واگذار کنید. حالا من سوال مشخصم اینه که چگونه میشه من یک کرد تجزیه طلبم نیستم، من میخواهم حقوق قانونی قومی خودم رو داشته باشم و دولت به من میگه که تو تجزیه طلبی، من از چه راهکاری میتونم برم؟ راهکار شما هر دو تای آقایون میتونید جواب، راهکار شما چیه برای اینکه هم من به حقوقم برسم و هم تمامیت ارضی سر جاش باشه و تجزیه‌ای در کار نباشه؟ آقای قاسمی، آقای بیگولی درست می‌فرمایید. یکی از مشکلاتی که داشتیم در گذشته هم داشتیم در نظام گذشته و در نظام کنونی به طریق اولا این است که ما به حقوق اقلیت‌ها اونچنان که باید شاید توجه نکردیم. چرا باید یک کرد، یک آذری، یک بلوچ نتونه تو مدرسه ابتدایی که بچه‌ش میره درس بخونه به زبان آذری یا زبان بلوچ؟ زبان مادریشه. زبان آذری برای یک آذری زبان مادریشه، برای کرد زبان کردی زبان مادریشه، زبان فارسی زبان ملیشه، باید هر دو رو داشته باشه. منع کردن از این که نبایستی کتاب ترکی درس داده بشه، کتاب آذری درس داده بشه، کتاب کردی درس داده بشه، غلط بود. ولی اگه من سوال ایشون رو پی بگیرم آقای قاسمی، مثلا حساسیت بر نام ها الان موضوع این برنامه است، بحث خلیج فارس، اگر ما بگیم که پس چرا این حساسیت به تغییر نام آبادان وجود نداره؟ آبادان ابدان با عین بود، آبادان بوده، رضا شاه پهلوی آبادان رو که نام ایرانی به این معنا که نامی بود که عرب‌های ایرانی می‌خواستن بر اون منطقه بذارن، این رو عوض کرد. ولی الان کسی حساسیت نشون نمیده بگه که خب شما آبادان رو برگردونید، چرا آبادانش کردید؟ این پس در واقع این چیزی که شما میگید که بله باید زبان مادری رو آموزش داد، باید حقوق فرهنگیشون، در این حساسیت برنامه‌ها این رو نمیبینیم. آیا شما مایل هستید، موافق هستید که آبادان بشه آبادان؟ بنده به هیچ وجه مایل نیستم، همونجوری که آقای مصطفی گفت. ولی روزنامه‌های عربی می‌نویسن، روزنامه عربی آبادان چه آبادان؟ آبادان. اهواز هم گاهی با هایی جی می‌نویسن. ولی از نظر رسمی قبول نشده و شما به هیچ وجه قبول نمیشه. برای اینکه این اسامی جا افتاده قربان، مثل شهربانی، نظمیه که شد شهربانی، عدلیه که شد دادگستری، مستنطق شد بازپرس، مدعی العموم شد دادستان، باشه جا افتاده دیگه، کارش میشه مازندرانشون خزر. آقای کریمی ببینید، سوال من این بود که یک نفر کرد، چون ایشون گفتن که آقای متین فرمودن که پس بفرمایید بعدن. توضیح من این است که راه حل این مسئله اجرای قانون بسیار دقیق و متین انجمنهای ایالتی و ولایتی است که هیچ وقت در ایران پیاده نشد. کنه اون لایحه رو میتونید برای بیننده بگید؟ بله، این لایحه این بود که یک چیزی شبیه خودمختاری داخلی، بله، اجازه بدید، شبیه ممالک محروسه. بله، ممالک محروسه. من فکر میکنم سوالی که شما پرسیدید خیلی سوال مهمی است. به نظر من
به همون ترتیب که گفتم، این مسئله حقوق شهروندی، حقوق فرهنگی، حقوق زبانی، حقوق سیاسی، اگر اینها تأمین بشه، به نظر من این مشکل حتی زمینه این که اتهام تجدید طلبی زده بشه خیلی کمتر میشه. ولی خب به قول خودمون دست صدا نداره، یعنی هر چقدر که احزاب موجود در کردستان و مردم کردستان سالهای متمادی گفتن که بابا ما این حقوق رو میخوایم، ما به صورت اتوماتیک تجدید طلب نیستیم، ولی خب این از طرف دولت که میدونیم چجوری بهش پاسخ داده شده، ولی من فکر میکنم از طرف روشنفکران به حساب مخالف جمهوری اسلامی هم توجه کافی به این مسئله نشده، همیشه اینو به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای در نظر گرفته. آقای متین، خیلی خلاصه میخوام بپرسم چرا مفهوم تمامیت ارضی رو به نظر میاد حتی روشنفکران و نخبگان در ایران مورد پرسش قرار نمیدن به اون شکلی که الان پنل دویای ما مورد پرسش، یعنی گویی این نقد پذیر نیست و تقدس داره، چرا این تقدس وجود داره؟ من میخواستم بخش دوم جوابم همین بود که ما الان در مرحله‌ای هستیم که یه گفتمان خیلی قوی هست در ایران که گویا هیچ چیزی تقدس نداره، حتی متون اسلامی، تلقی ما از دین، همه اینها داره ازش قدوسیت زدائی میشه به اصطلاح. در همین برنامه خودتون در این مورد خیلی بحث شده. برای من جالب هست که ما به حساب کنه دین رو ما میتونیم درش صحبت بکنیم که گویا اینطوری نبوده، شرایط تاریخی عربستان یک سری چیزها رو اقتضا کرده، این هیچ به این معنا نیست که اسلام ابدالآباد باید مثلا قطع دست بخشی از حقوق جزاش باشه. برای من خیلی جالبه که چرا همین به قول شما همین مسئله در مورد مسئله تمامیت ارضی نمیشه مطرح. جواب شما فکر چی هست؟ چرا؟ به نظر من تاریخ سیاسی مدرن ایران یک دلیل عمدهش هست، چرا که مسائلی که مربوط به تمامیت ارضی ایران بوده همیشه متصل شده به قدرت‌های بیگانه. به این معنا کارکرد خیلی قوی داره، از این لحاظ که طرف مخالفین سیاسی خودش رو بلافاصله با این انگ میتونه از به حساب گفتمان رسمی سیاسی در کشور به حساب خارج بکنه، و این به نظر من صدی است که باید ازش گذر کرد. یعنی ما باید یاد بگیریم که بحث بر سر این که ایران بالاخره باید چجوری باشه، چجوری اداره بشه، ساختار سیاسی چجوری باشه و چجوری با دیگران، با همسایگان تعامل داشته باشین بحث مهمه. یک نکته فقط پایانی خیلی سریع می‌خواستم عرض کنم، اینی که آقای قاسمی گفتن انجمن اهلتی ولایتی، خب آغاز خوبیه، ولی به نظر من به صورت عمومی‌تر این باید در رابطه با، یعنی در جریان گفتگوی کاملا برابر و دموکراتیک با اون نمایندای اون اقوام یا ملیت‌ها باید طرح بشه. بسیار خوب، آقای قاسمی هم میپذیرم، فکر میکنم اینجا مخالفتی رو هم نداریم. فکر میکنم این نقطه پایان خوبیه برای برنامه این هفته. به پایان برنامه پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانان برنامه: رضا قاسمی، کامران متین، احمد زرین‌آباد و علی بیدگلی. این برنامه را روی وبسایت ما هم میتوانید ببینید با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده. اگر نظری دارید حتما از طریق همین وبسایت برای ما ایمیل کنید. شب بر همگی شما خوش.